بچه دار شدن یکی از اتفاقات شیرینیه که واسه هر پدر مادری اتفاق میفته. علی رقم تمایل خیلی از پدر مادرها اما ممکنه اونها بچه دار نشن. حدود 15 درصد زوجهای جهان نابارورن. که از این میون 40 درصد مشکل متوجه آقایونه. سلام من علی رزا زارعی هستم تو این ویدیو قراره درمان سلول جنسی آقا یا همون اسپرم رو بهت آموزش بدم. با من همراه باش مشکلات سلول جنسی آقا به سه قسمت تقسیم میشه یا ممکنه تعدادش کم باشه یا ممکنه حرکت پیش روندش کم باشه یا ممکنه مورفولوژیش مشکل داشته باشه حل مشکل تعداد و حرکت پیش رونده آسونه ولی مورفولوژی کار سختیه من تو این ویدیو قراره حل مشکل مورفولوژی هم بهت بگم خب قبل از اینکه شما اقدام بارداری بکنید بهتره که سه الا 4 ماه از مکمل ها استفاده بکنید ویتامین C نقش بسیار مهمی تو سرحال کردن اسپرم داره فولیک اسید اومگا 3 سلنیوم و روی قرص فرتیلید و ولمن کانسپشن اینها مکمل که آقا بهتر مصرف کنه حدودا سه الا 4 ماه چون که اسپرم از شیره وجودی شما تهیه میشه بهتره که این مکمل رو حتما استفاده بکنی خب حالا اگر این مکمل رو استفاده کردی اقدام بارداری کردی اما باردار نشدی رفتی آزمایش دادی دیدی مشکل از اسپرم اگر تعدادش کم بود حرکت پیشروندش مشکل داشت و حتی مورفولوژیتون کم بود مورفولوژی یعنی چی؟ یعنی شکل اسپرم شکل درستی نیست ناهنجاری داره خب چیکار میکنیم؟ من اول واسه تعداد و حرکتش بهت نسخه میدم بعد میام یه سری آیتم ها بهت میگم که اینا اگر رایت بکنی مورفولوژیشم هم خیلی بهتر میشه واسه تعداد و حرکت میای خرنوب جنسی گرده گل گرده نخل ژل رویال اینا رو هم رو با هم قاطی میکنی به اصل بهش خارخاسک اضافه میکنی پودر خارخاسک هر شب به اندازه یک خورما میل میکنی این خیلی خیلی کمکت میکنه اصلا اثر معجزه آسایی داره اگر شما از جمله افرادی هستین که طبعتون سرد نیست و گرمه بهتره کنارش از عرق کاسنی استفاده میکنی خب بذر پیاز بذر یونجه بذر هویج بذر شاهی بذر شلغم به علاوه آرد نخوچی و, و زردی تخم مرغ محلی باش کوکو درست میکنیم هفته ای این هم خیلی کمکتون میکنه عجیب تعداد و حرکت اسپرم رو افزایش میده از جمله چیزایی که واسه تعداد و حرکت مفیده نخودابه نخود و پیاز و روغن زیتون میذارین که حالا دستورش رو تو کپشن واسه مینویسن شیره خانوم رو میتونین به صورت جداگانم استفاده بکنین روی تعداد و حرکت خیلی تاثیرات مفیدی داره اما نکته اینجاست بذار دلیل مورفولوژی هم بهتون بگم ببین مورفولوژی برای چه مشکل دار میشه یکیش مشکل مشکل ژنتیکیه ممکنه حرارت یا دمای کیسه بیزتون بالا باشه یا ممکنه به علت باشه که شما حالا ممکنه گوشی گذاشته باشین تو جیبتون یا هر تشعشعی که ممکنه اونو تحت تاثیر قرار داده باشه خب اگر مورفولوژیتون مشکل داشت به مدت حداقل سه الا 4 ماه نباید گوشی بذارین داخل جیبتون شلوار زیرتونم نباید تنگ باشه از شلوار گشاد سعی کنید استفاده بکنید لباس زیرتونم تنگ نباشه حالا رو میخوام بهت بگم ببین همه این موادی که من بهت گفتم واسه تعداد و حرکت موادی بودن که تبعشون چی بود گرم بود پس اگر صرفا به اینا رو استفاده بکنی مورفولوژیت کم میشه نکتهش چیه هر شب شما به اندازه یک قطعه یخ رو میاری داخل قالبای یخ میذاری حالا هر شب یک قطعه جدا میکنی کیسه بیزه رو هر شب به مدت یک رو با اون یخ ماساژ میدی این باعث میشه که دمای کیسه بیزه شما بیاد پایین یکی دیگه از چیزهایی که خیلی به مورفولوژی شما کمک میکنه به و مشتقات اونه به پلو مربای به کمپوت به همه هر چیزی که مرتبط میشه با به تو این چند ماه بعد استفاده بکنید حواستون باشه هر چیزی که استفاده میکنید حدوداً باید سه ماه باشه چون که از زمان تولید اسپرم تا زمانی که به بلوغ میرسه میخواد خارج بشه حدوداً بین 80 76 روز زمان لازمه یعنی شما باید این زمان رو حتما ادامه بدین تا تأثیرش رو ببینید خب به بهتون گفتم یخم بهتون گفتم از مربای زنجفیلم هم میتونید زنجفیل میتونید استفاده بکنید این هم خوبی روی تولید اسپرم داره ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین اگر این ویدیو واسه تون مفید بود واسه دوستاتون رو بفرستین لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره شاد و سلامت باشید